در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا خبرهایی از اعلام واکسن‌های مورد تایید عربستان برای حج امسال، درگذشت محمد علی اسلامی ندوشان و شهلا ناظریان، انتخاب اصغر فرهادی در جمع داوران کن و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم. اعلام واکسن‌های مورد تایید عربستان برای حج امسال. زهرا درودی، معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر، با اعلام زمان آغاز معاینات پزشکی زائران ایرانی حج امسال درباره وضعیت واکسیناسیون مننژیت زائران گفته که طی یک ماه آینده این واکسن وارد و تزریق کشور می شود. طبق اعلام او، امسال با توجه به سهمیه‌ای که عربستان برای زائران اعلام کرده، حدود 40,000 نفر اعم از زائرین، عوامل و غیره به حج مشرف می شود. او درباره دستورالعمل‌های مرتبط با واکسیناسیون کرونا برای حجاج و شرایط عربستان در این زمینه هم گفته، واکسن‌های مانند سینوفارم، آسترازنکا و اسپوتنیک که در ایران هم برای مردم تزریق شده، در لیست مورد تایید عربستان وجود دارد. حجاج هم باید حداقل 2 دوز واکسن تزریق کرده باشند. همه متقاضیان نیز باید دوره واکسیناسیون خود را کامل کنند. نتیجه جلسه که درباره تعیین تکلیف حجاجی که واکسن ایرانی دریافت کردند هنوز مشخص نیست. درگذشت محمد علی اسلامی ندوشان و شهلا ناظریان. فرهنگ و هنر ایران در هفته‌ای که گذشت، محمد علی اسلامی ندوشان، نویسنده و پژوهشگر برجسته، و شهلا ناظریان، دوبلور سینمای ایران را از دست داد. محمد علی ندوشان، ایرانشناس نامدار و ادیب برجسته ایرانی، روز دوشنبه 5 اردیبهشت دور از وطن و در کانادا از دنیا رفت. شخصیتی که تمام عمر به ایران اندیشید و حاصل اندیشه خود را در آثار فراوانش گذاشت و رفت. او در تمام عمر در راستای اطلاع زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی و مردم این سرزمین کوشید. شهلا ناظریان نیز متولد سال 1326 در تهران بود و در سن 75 سالگی درگذشت. او از سال 1341 و همزمان با تحصیل در دبیرستان وارد عرصه دوبله شد و در طول فعالیت حرفه‌ای خود به جای بسیاری از بازیگران مطرح جهان سخن گفت. اصغر فرهادی در جمع داوران کن. اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی سینما، به عنوان یکی از داوران بخش رقابتی اصلی 75مین جشنواره فیلم کن انتخاب شد. ربکا هال، بازیگر، تهیه کننده، فیلمنامه‌نویس و کارگردان بریتانیایی، دیپیکا پادوکانه، بازیگر اهل هند، نومی راپاس، بازیگر سوئدی، یاسمین ترینکا، بازیگر و کارگردان ایتالیایی، لاجلی، کارگردان، بازیگر و تهیه کننده فرانسوی، جف نیکولز، کارگردان و فیلمنامه‌نویس آمریکایی و یوآخیم تریه، کارگردان و فیلمنامه‌نویس نویس اهل کشور نروژ و وینسنت لیندون، بازیگر فرانسوی در رأس هیئت داوران، 18 فیلم بخش رقابتی اصلی 75مین دوره این رویداد سینمایی را داوری خواهند کرد. این مراسم 27 اردیبهشت تا 7 خرداد ماه به صورت حضوری در شهر کن فرانسه برگزار می شود. توقیف و رفع توقیف یک تئاتر. نمایش آن سوی آینه به کارگردانی علی سرابی بعد از یک شب تعطیلی، سه‌شنبه 6 اردیبهشت دوباره روی صحنه رفت. اجرای این نمایش به دلیل پاره‌ای از اصلاحات روز 5 اردیبهشت لغو شد. اما گروه اجرایی با پشت سر گذاشتن یک بازبینی دیگر، بار دیگر روی صحنه رفتند. نمایش آن سوی آینه نوشته فلوریان زلر نمایشنامه‌نویس فرانسوی است که درباره روابط بین زوج‌هاست. آغاز ثبت نام نهادها برای دریافت بن کتاب در بخش مجازی نمایشگاه. محمد خلج، مدیر کمیته اداری و مالی نمایشگاه کتاب، از آغاز ثبت نام نهادها و سازمانها برای دریافت یارانه اعتباری خرید کتاب ویژه بخش مجازی 33مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داده و گفته سازمانها و نهادها می توانند برای دریافت یارانه اعتباری خرید کتاب از 33مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای تجهیز کتابخانه‌های نهادها و سازمانها یا تأمین منابع علمی مرکز دانشگاهی و آموزشی ثبت نام کنند. ثبت نام یارانه اعتباری خرید کتاب ویژه بخش مجازی نمایشگاه برای سازمان‌ها و نهادها از 6 اردیبهشت ماه 1401 آغاز شده و متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام به سامانه kitab.ir مراجعه کنند. 33مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 21 تا 31 اردیبهشت ماه 1401 در 2 بخش حضوری در مصلی امام خمینی و مجازی در سامانه kitab.ir برگزار می‌شود.